میکنم خدمت بینندگان عزیز تلویزیون امید ایران، سپیده هستم با شما عزیزان با یه برنامه دیگه در سپیده فشن آرت اند دیزاین در خدمتتون. امیدوارم که هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشین و عصر پنجشنبه خیلی بهتری از روزهای دیگه. خب عزیزان، امروز برنامه‌مون مثل همیشه کاردستی خواهد بود و این دفعه برنامه‌مون درباره گل سازی. خب انواع و اقسام مختلف چیزایی هستن که میتونیم باشون گل درست بکنیم. اگه یادم باشه ایران یه چیزی بود خمیر گل سازی بهش میگفتن، خیلی با اون کار میکردن. منتهی یه چیز جدیدی رو من یاد گرفتم که میشه باش گل درست کرد، خیلی راحت، سریع و خیلی هم قشنگ در میاد، خیلی کارا میشه باهاش کرد. اگه آماده باشین با هم ببینیم چه وسیله‌ای رو لازم داریم برای این کار و شروع بکنیم که به قول معروف این کار رو انجام بدیم. خب اگه خانم اگه آماده باشین، بله، برای این کار اول گل رو نشونتون بدم. این گلی رو که ما درست میکنیم، ببینید یه دونه گل پلاستیکیه خیلی قشنگ که خیلی هم راحت درست میشه کرد. و این گل رو من از قاشقای پلاستیکی یه بار مصرفی که برای تولد و مهمونی یا بچه ها مثلا استفاده میکنیم، از قاشقای یک بار مصرف استفاده میکنیم برای درست کردن این گل. و توی این برنامه خواهیم دید که چطوری میتونیم این کار رو انجام بدیم. این قاشقا به رنگای مختلف میان، زرد، قرمز، نارنجی، این هم سبز رنگ، منتها خب یه مقداری همچین زرد به نظر میاد توی دوربین چون که رنگش یه ذره فسفوریه، منتها خب حالا اوکی. خیلی خب بریم شروع بکنیم. برای این کار ما 12 تا قاشق لازم داریم که باید اینا رو و شمع هم لازم داریم. 12 تا قاشق پلاستیکی. و برای اینکه به این حالت برگاشو در بیاریم که بتونیم اینا رو یه مقدار حالت بدیم، باید از گرمای شمع استفاده بکنیم. بریم که با هم شروع بکنیم به گرم کردن یه دونه یه دونه این گل برگا و بعد وصل کردنشو نشونتون میدم. این رو تقریبا حدود 2 سانت از شعله شمع بالا باید نگه دارید، این برگا رو، برکنار قاشقا رو، تا بتونیم اینا رو به شکل برگه گل در بیارید. 12 تا اینا رو کار خواهیم کرد با هم دیگه و بعد از اون ببینید وقتی که اینو بالای گرما میگیرید این به این حالت کج میشه. باید از دستتون استفاده بکنید ولی خیلی یواش که دستتون نسوزه و اینا رو به این حالت در بیارید. کج و کوله باید بشه تقریبا. منتها سعی کنید که حالت گل برگ گلو بهش بدین اگر که این حالتی رو خواهد گرفت. و مثل من الان اینو نزدیک آتیش گرفتم، این پشتش یه مقدار سیاه شد، این نباید بشه اینجوری. دور از آتیش نگه دارید اینو تقریبا 2 سانتی متر که اینا رو بتونید کاملا به اون حالتی که میخواییم در بیارید. ببینید وقتی که این رو بالای آتیش میگیرین خودش یهویی له میشه، نرم میشه، کاملا میتونید بفهمید که گرما داره تاثیر میذاره. در واقع شما هیچ کاری نمیخواد بکنید، فقط اینو روی آتیش باید نگه دارین و یه مقدار اینو با دستتون به این حالت بگیرید که به این شکل در بیاد. هر کدوم از اینا وقتی که گرم میشن یک حالت میگیرن، حالتهای مختلف. مجبور نیستین حتما همه رو یه شکل در بیارین، قشنگیش به اینه که یه مقداری همچین چی میگن جور و باجور و ناجور به قول معروف باشه. یه مقدار کولر اینجا خنکه، واسه اینه که یه مقدار این یواش نباشتر این کار انجام میشه. اگه توی خونه انجام بدیم و کولرتون روشن نباشه این مقدار سریعتر خواهد بود و اینقدر طول نمیکشه. ببینید به محض اینی که گرم میشه حالت خودش رو از دست میده. این هم از این
این شکل. چند تایی دیگه از این هم درست کنیم، بعد با هم دیگه میریم سراغ وصل کردن. و چه کارهایی میتونید با این انجام بدید؟ جدید برداریم. نوعی رو که یه مقدار دوده میخوره روشون سریع اگه تونستین با دست سریع تمیزش بکنید، اگر نه یه دونه قاشق جدید بردارید، واسه اینکه سیاهی ها خیلی تاثیر میذاره توی طرحی که دارین به این گلا میدین و قشنگ نیست که سیاه باشه. برای این گلی که من نشونتون دادم من حدود 12 تا قاشق رو استفاده میکنم، ولی میتونید بیشتر از اینم استفاده بکنید. مثلا میشه گفت من ردیف اول رو 5 تا گذاشتم، میتونید واسه اگه بخواید 4 ردیف برگ گل بذارید میتونید ردیف اولتون رو با 7 تا شروع بکنید و بعد 5 تا 4 تا و 3 تا در آخر سر و گلتون بزرگتر خواهد شد، که اینجوری میتونید با سایزش یه مقدار بازی بکنید که اگر مثلا بخواید اینو برای تابلو استفاده بکنید بتونید این کار رو انجام بدید. من همینجوری فقط میچلونمشون داخل همدیگه، در واقع زبون خودمونی که میگیم چلونده شده. بله و خیلی هم باید حواستون جمع باشه زمانی که دارین با این شمع کار میکنید. من یه مقدار دستام عادت داره به گرما واسه اینه که اذیت نمیشم، ولی خب مواظب باشین واسه این که خیلی راحت میتونه دستتون رو بسوزونه. برای حالت دادن اینا باید میتونید دستکشای ضد گرما استفاده بکنید، ولی خب من فکر میکنم یه جوری هست که بشه تحملش کرد، گرماش زیاد چیزی نیست که بسوزونه توبل بزنه یا نشه باهاش کاری کرد به این شکل. و اینم آخریش. خیلی سریع میشه این کارو انجام داد، مثلا میشه گفت تقریبا بعد از 10 دقیقه یه ربع میتونید این گلا رو حالت بدین، برگه ها رو به هر شکلی که دوست دارین در بیارین. تقریبا یه گلو میشه گفت تقریبا در حد مثلا نیم ساعته میتونید تموم بکنید. خیلی خوب، ما 12 تا از این برگه ها استفاده کردیم که اینا به این شکل در اومدن. حالا برای وصل کردن اینا، خب این دسته ها رو دارن که اینا خیلی طول و درازه، میتونید اینا رو ببرید با انبردست، ولی من فکر میکنم که بهتره که بسوزونیم اینا رو. تو کاری که میکنین این قسمت باریکی قاشق و همون دسته یه مقدار کلوفتره و این قسمت باریک میشه، همون قسمت باریکی قاشق رو روی آتیش نگه میدارین و بعد از چند ثانیه این له میشه. میبینید که داره حرکت میکنه، زمانی که داره حرکت میکنه میکشید به این شکل، این جدا میشه و این میشه یه دونه برگ گلتون. این کار رو با بقیه هم انجام میدیم و اینا رو یه دونه یه دونه جدا میکنیم. یه مقدار که بالای حرارت اینو نگه میدارید خودش به این شکل کش میاد، راحت میتونید اینو در بیارین.
به این شکل. می‌بینی که خیلی راحت میشه اینا رو جدا کرد و اون قسمت آخر گلاتون یه مقدار همچین طبیعی تر در میاد تا اینی که بخواین اینا رو ببرید. بعد برای بس کردن یه مقدار سخت میشه اگر که اینا رو از هم دیگه ببرید و با انبر دست در واقع و نسوزونید. سو من خودم شخصا سوزوننشون رو بیشتر دوست دارم تا اینی که بله تا اینی که این بریده بشه. دیگه مونده این دوتا هم انجام بدیم و بعد میریم به دنبال بقیه یه برنامه. برای کسایی که دلان دارن نگاه میکنن، ما داریم از قاشقای پلاستیکی گل درست میکنیم. خیلی خوب، دسته های اینا رو جدا کردیم از قاشقا و خود قاشقا رو با حرارت یه مقدار در حالت کج و کوله کردن شکل برگ گلو بهشون دادیم. به این صورت در میان اینا. برای وصل کردنشون یه مقدار باید اینا رو شکلاشون رو جفت و جور بکنید. یه سریاشون توی موقعی که اینا رو جدا میکنید، خب این قسمتشون یه مقدار بلندتر هستش تا مثلا این که یه مقدار اگه نگاه کنید اینا رو بذارم جفت هم دیگه، یکیش یه مقدار بلندتره، یکیش یکم کوتاه‌تره. سو اینایی که بلندتر هستن رو برای 5 تا برگ پایین گلتون استفاده می‌کنین. 1 و 2 و 3 و 4 و 5 تا. و اونایی که کوتاه‌ترن واسه برگای داخلی که یه مقدار جمع بکنه گلو توی خودش. شما 5 تا از این بلندا، 1 2 3 4، 5 تا از اینا رو لازم داریم. برای وصل کردنشون هر دفعه با 2 تا گل کار می‌کنید. سو کاری که می‌کنید اینه که اینا رو باید به هم دیگه با حرارت وصل بکنیم، ولی یه مقدار خیلی خیلی کم، تقریبا میشه گفت چند میلیمتر، 1 میلیمتر شاید بینشون باید فاصله باشه. به هم دیگه نباید اینجوری چسبیده باشن. اگه بخواید قنچه درست بکنید بعد اینا رو اینجوری روی هم میذارید و اینا رو نمیچسبونید، میچسبونید در واقع. سو شروع بکنید به بس کردنشون. اینا دو تا رو من یه مقدار گرم میکنم و شما بعد یه مقدار اینا رو از حرارت دور نگه دارید که سیاه نشه، واسه اینکه به محض اینی که گرمای مستقیم آتیش بهش نزدیک میشه اینا یه مقدار چیز میشن، سیاه میشن. اوکی، این دوتاشو بست کردیم و الان سومی رو وصل میکنیم. یه بزرگ اینو گرما بهش میدید که اون پلاستیکش در واقع آب بشه، که بنده با اجازه زیاد جالب این کارو نکردم. سو کاری که میکنم اینی که بعد جدا کنم اینو، راحت هم دیگه نشد به این شکل. دوباره میریم الان بهتر شد. اوکی، به این شکل. ببینید به محض اینکه یه مقدار نزدیک میشه به آتیش، آتیش میگیره و وقتی آتیش میگیره سیاه میشه. اما نمیخوایم که این اینجوری باشه. اینا رو با دست نگه میدارید، حالت میدین. اگه خوب نچسبید یه مقدار حرارت میدین به هم دیگه باشون. من هیچ اشکالی نداره که اینا رو روی آتیش نگه دارید، ولی یه مقدار با فاصله که اینا کاملا به هم دیگه بچسبن. اوکی،
سه تا برگ چهارم رو وصل میکنیم. و برگ پنجم. که میشه یه مقدار کنارهاش گرم کنیم واسه اینکه این از حالتی که باید در اومد. میشه برگ پنجم ما و بیرم اینجوری بس کنیم بهش. بماند که زیاد جالب در نیومد، ولی خب شما توی خونه مقدار دستبالتون بازتره، کمتر نروسید مثل من و کارتون خیلی بهتر خواهد در اومد. من قول میدم بهتون که خیلی راحته. اینا رو به این شکل گرم میکنیم و میذاریم روی هم دیگه به این حالت. این الان شد ردیف اول گل برگامون. ردیف دومو وصل میکنیم که من فکر میکنم کم درست کردم از این برگا. هنوز باید چند تا دیگر آماده کنیم. ریاضی منم اشکال داره، من شمردم 12 تا، یه هایی چجوری کم شد نمیدونم. سته دیگه من میخوام اضافه بکنم، منتها به جای اینکه از تو اینو اضافه بکنم میخوام اینو از بیرون اضافه بکنم که یه مقدار این پهن‌تر و بزرگتر بشه. سو دوباره برمیگردیم سر همون حالت اولی که انجام دادیم. بهتر شد اکچولی اینجوری واسه اینکه کسایی که ندیدن از اول برنامه ببینن که این گلبرگا رو ما چجوری درست میکنیم و چطوری قاشق رو گرم میکنیم و با گرم کردن قاشق گل پلاستیکی درست میشه کرد به این حالت، به این شکل در میاد. دستتون یه مقدار بعد اینا رو نگه دارید که این حالتی رو که میخواید بگیره. به این شکل. خب این ستا رو درست کردیم. یه دونه دیگه هم داریم اینجا، این هم استفاده بکنیم ازش یه مقدار گلمون قشنگ تر در بیاد. اینم از این. خب 4 تا از این گلبرگا رو ما با قاشق درست کردیم.
و کاری که میکنیم اینا رو از همدیگه جدا میکنیم. و چون که اینا رو من میخوام این قسمت پایین استفاده بکنم، یه مقدار باید از بقیه بلندتر اینا رو ببرم که بتونن اینا بزنن بیرون، وگرنه این حالت گم میشه. از قسمت باریکی قاشق یه مقدار پایین تر. اگر مثلا برای قبلی ها اینجاها رو ما گرم میکردیم، الان یه مقدار اینجا رو گرم میکنیم که بتونیم یه هوا به این بلندی بدیم که بتونیم ازش برای ردیف های پایین تر استفاده بکنیم. اینو یک مقدار روی آتیش نگه میداریم تا داغ بشه و به محض اینی که شروع کرد به نرم شدن، اینو میکشید و به این شکل از اون جداش میکنید و به حالت یه دونه گلبرگ درش میارید. توضیح ها رو اول برنامه دادم، منتها گفتم چون که چند تا برگ دیگه خواستم اضافه بکنم، گفتم دوباره توضیح بدیم اینا رو واسه عزیزانی که از وسط برنامه دارن برنامه رو با ما مشاهده میکنن که بدونن دقیقا ما داریم چی کار میکنیم. با قاشقای پلاستیکی خیلی میشه کارهای زیادی انجام داد. هفته دیگه براتون یه دونه چراغ آباجور درست میکنم باهاشون. متوها همشو سفید استفاده خواهیم کرد. اوکی. این چند تای دیگه ای رو که درست کردیم و گرم میکنیم و اینا رو از پایین اضافه میکنیم. به این شکل. حالا پیش خودتون دارین فکر میکنین اوکی، حالا این گلا رو ما میخواییم درست بکنیم، چی کارشون بکنیم؟ خب خیلی کارا میشه کرد با اینا. یکی اینه که میشه به عنوان دستمال نگهدار واسه یه روز میز استفاده کرد، میشه به عنوان گل سر استفاده کرد ازشون، میشه به عنوان گردنبند استفاده کرد ازش، میشه به عنوان گل، حتی میشه چند تاشو درست بکنیم به عنوان گلای سفیدش، خیلی قشنگ میشه واسه گل توی پذیرایی یا توی اتاق بچه یا آشپزخونه حتی میشه استفاده کردین. و این یکی رو اینجا ها میچسبونیم به این حالت. یه مقدار داغه. بله. میشه گل سر درست کرد، روی تل زد اینو. خیلی کارا میشه باهاشون کرد که هر جوری دوست دارین. بزرگ کوچیکی گلتون هم فرق میکنه به و رنگش هم به سلیقه خودتون، به استفادتون، چی کار میخواییم باهاش بکنید و به قول معروف یکی را بذاریم اینجا. میتونیدم نصف گل درست بکنید اگر که مثلا دوست دارین مثل حالتی که چجوری بگم زیاد گل بزرگ نباشه، میتونید از دو ردیف فقط استفاده بکنید و نه سه چهار ردیف. کوچیک بزرگی گلتون بستگی داره به تعداد ردیفای گلبرگایی که میذارید. اوکی، اینا گذاشتیم و به این شکل خیلی هم خوب گرم شد. اوکی. این گلی که ما درست کردیم با قاشقای پلاستیکی، مرحوم خانم اگه بتونین از نزدیک نشون بدین اینو ممنون میشم. بله. خب وسط گلمون خالیه، این وسطشو نمیتونیم که همینجوری بذاریم، باید یه چیزی داشته باشه. تو کاری که میکنیم یه مقدار چسب به این شکل میزنید وسط گلتون و هر جور به قول معروف چی میگن مهره یا هر چیزی که دوست دارید که مقدار بزرگ باشه و اون وسط رو پر بکنه رو میذارید اون تو. که من چسب باید بیشتر بزنم چون که یه مقدار اینا جمع شدن. بله. به این شکل. خیلی بعد از اینکه این کارو کردین، خب مروارید رو گذاشتیم وسطش که به قول معروف چی میگن یه دونه اون وسطه، ولی خب باید از این دونه ها هم چی میگن بهشون، اینا که وسط گل در میان، اسمشون رو من غلط نیستم به فارسی چی؟ آره، پرچم گل.
یه چند تا هم پرچم میخواییم بهش اضافه بکنیم، یا اصلا میتونیم فقط پرچم بذارید داخلش. تو کاری که میکنیم اینا رو من از مایکلز خریدم به این شکل، مثل خوشه میمونه، خوشه‌های چیزی هستش، مرواریدی هم. از این خوشه‌های مرواریدی میتونید بگیرید چند تاشون رو مثلا بذارید وسطشون و اضافه بکنید وسط گلتون اینو. من دو سه تا بیشتر دوست ندارم بذارم، خیلی وقتا هم اصلا نذاریدم، باز همونش هم خوبه. خب سه تا از اینا هم گذاشتیم وسط این گلمون. دوربین کدومو داشته باشم؟ اینو. به این شکل شد، این شد گل ما. حالا چند تا استفاده داره. یکی اینی که میتونید اینو به عنوان، من خیلی دوست داشتم اینو به عنوان دستمال سفره نگهدار، که دیدین وقتی که دستمال سفره رو میخواین روی میز بذارین اونو لوله میکنید و میذاریدش روی میز، یه مقدار به قول معروف چی میگن نگه داشتنش برای قشنگیش، خب میتونید از هر چیزی استفاده بکنید. کاری که میکنید چاقو به همین رنگو به این شکل میبینید، چاقو رو یه مقدار گرم میکنید و منتها همش رو با هم دیگه گرم میکنید و اینو به همون حالت سر و ترش رو همچین گرد میکنید، بعد حالت انحناپذیری پیدا میکنه. میتونید کاملا اینو هر حالتی که دوست دارین بهش بدین. بذاریم کنار، یکی دیگه برداریم. شممونم خاموش شد، روشنش کنیم یک لحظه. خب یه دونه چاقوی دیگه برداریم، اینو به این حالت برگرمش بکنید و صفت بگیریم این دفعه نیفته. ببینید خودش خم میشه وقتی که اینجوری میکنید. سو اینو میتونید حالت بدین بهش. آه شکست. خب حالا من اصلا نمیتونم، هر جوری دارم چیز میکنم اینجا جور در نمیاد، ولی یه دونه خونه درست کردم به این شکل. ببینید به همین رنگی که دارم نشونتون میدم، به همین رنگ با این یه دونه با چاقو یه دونه مثل حالت چیز گلبرگ درست کردیم. کاری که میکنید میتونید یا اینو داغ بکنید و بچسبونیدش به هم، یا یعنی که میتونید از اینا به عنوان چسب استفاده بکنید. سو از اضافه قاشقاتون، از دسته های قاشقایی که مونده بود رو اینو یه مقدار گرم میکنید، یک مقدار که نه خیلی برگرمش بکنید که تقریبا آب بشه، زمانی مثل حالت مذاب شدنه. آب که شد بعد این رو به عنوان چسب میذارید روی این قسمتی که رو به هم دیگه وصل کردین که یه مقدار همچین نامرتبه، و به این شکل گل رو میچسبونید به هم دیگه. چون که اینا همشون از یه نوع از یه جنس استفاده شده، سو خیلی راحت به هم دیگه وصل میشن، راحت تر از اینی که بخواین از این استفاده بکنید تا بخواین از چسب استفاده بکنید. به این شکل ما این رو گذاشتیم اینجا و اینو دوباره گرمش میکنید. آتیش گرفت، آتیش هم بگیره هیچ اشکالی نداره، واسه اینکه وقتی گلو میذارید روش این میشست و به هم دیگه هیچ شکل و شمایلی پیدا نخواهد شد از زیرش. داریم گو به این شکل. این شد دستمال سفره که میتونید دستمال سفرتون از توش رد بکنید و از این استفاده بکنید. از قاشق‌های پلاستیکی درست شده و خیلی هم راحته. خب یه جورایی هم به قول معروف چی میگم، باش آشپزخونه ربط داره و خیلی کم خرجه. من اینا رو از مغازه‌های 99 سنت گرفتم، 99 سنت یه بسته اینا، سو مجبور نیستیم برین حتما گرون بگیرین یا پول اضافی بابتشون بدین. و تمام رنگا رو قسمتی که به قول معروف وسیله‌های تولد، رومیزی و بادکنک و اینا، همه اینا رنگ بندی شده گذاشته است و اینا رو به هر رنگی که میخواییم میتونید تهیه بکنید. این از این. کار بعدی که میتونید انجام بدین با گلا، که این صورتی کوچیکه رو درست کردن، میتونید اینا رو به عنوان گل توی گلدون کوچولو استفاده بکنید، یا اینی که هر جور بخواین واسه یه گل سر
قشنگ میشه، برای گردنبند قشنگه اگه دوست داشته باشین استفاده بکنید. خیلی استفاده هاشون زیاده، نشونتون میدم چطوری میتونین دوباره از همین قاشقا استفاده بکنین که اینو به صورت یه دونه گل کوچولو حتی واسه اتاق بچه یا مثلا اگر مهمونی دارین توی حیات خونتون و نمیخواین گلای مثلا طبیعی بگیرین بذارین یا نمیخواین که چه میدونم خرج آنچنانی بکنید و میخواین چیزی باشه که در کار هنر و دست خودتون باشه، میتونید این کار رو انجام بدین. این هم خیلی کیوت، جای زیادی نمیگیره. سو برای این کار دوباره از همین قاشقات نیاز داریم به رنگ دیگه، چون که گلمون صورتی هستش برای ساغرش از قاشق سبز استفاده میکنیم. سو کاری که میکنیم اون قسمتی که بهتون گفتم گرم میکنیم و اینو میکشیم کنده میشه از هم دیگه جدا میشه، اینو دوباره گرم میکنیم ولی جداش نمیکنیم، در حد گرمش میتونیم میکنیم که یه مقدار کش بیاد. سو یک مقدار خیلی خیلی کمی اینو باید گرم کرد به این شکل. اگه بتونید ببینید، بذارید من اینو تاپ بدم. آره ببینید این حالت داره میگیره، به محض اینی که این شروع میکنه به حالت گرفتن، کاری که میکنید اینو برمیگردونید و میچسبونید زیر قاشق. ببینید اینو من نبریدم، سو این به این حالت میشه، در واقع خود دسته قاشق رو میکشونید و اینو زن چسبنده میشه، زیاد جالب نیست و گرمش بکنید، هیچ اشکالی نداره که خوب بچسبه. به این شکل این میشه بیسی که ما گلمون رو روش میذاریم، در واقع که این بشه مثل یه دونه گل. ولی خب این به خاطر اینکه این حالت مربع ماننده یه مقدار این نمیشه و کار دیگه ای که باید بکنیم اینه که باید یه حالتی اینو در بیاریم که از این حالت در بیاد. سو سه تا قسمت اینو با باید گرم بکنیم و تاب بدیم و هر کدوم جداگونه. مایا خانم چقدر وقت داریم؟ به این شکل جانم؟ ده دفته اوکی. گرم میکنید اینو یه مقدار تاب میدید و نگهش میدارید تا این سرد بشه و اون حالت رو به خودش بگیره. حالا قسمت بعدی اینم دوباره به همین شکل یه مقدار تابش میدیم و نگهش میداریم که این گرم بشه، از گرم باشنی در واقع سرد بشه، نه گرم بشه، سرد بشه، آره گفتم گرم بشه. اگر ببینید یه مقدار همچین take his time میتونید فوتش بکنید، مثل من الان فوت کردم الان این قسمت رو که لوله شد. اوکی. این شد دسته گلمون، ولی خب یه مقدار کوچولوه. خب برای بزرگ کردن این که بتونیم بهتر ازش استفاده بکنیم یه دونه چاقو رو برمیداریم و میخواییم این چاقو رو وصل بکنیم و بعد بهتون میگم چجوری میتونین این قسمت وصل شده رو قایم بکنیم. سو کاری که میکنیم این دوتا رو گرم میکنیم با هم دیگه، عافیت بشه. به این شکل. البته بازم دارم هم میگم شما توی خونه خیلی بهتر میتونید رو تمیزتر کار بکنید، من اینجا چون یه مقدار وقتم کمه دارم سعی میکنم تون اینا رو انجام بدم. صبح اون تمیزی که باید در بیاد در نمیاد. اینم یه تویست دیگه. مواظب باشید وقتی فو میکنید خاموش نشه، فقط یه مقدار همچین تویستش جالب برمیومد. اینو کمی اینجوری تابش بدیم. آها
تقریبا میشه گفت شبیه گلبرگ شد. ساقه، این میشه ساقه گل ما. همین کار رو ادامه میدیم تا قسمت پایین که اون از اون حالت مربعیش در بیاد. حالا اگرم مثلا صاف و صوف نبود، زیاد همچین خوشگلم نبود، اشکال نداره، ولی از لانگ است که یه تیکه مربعی بلند نباشه. به این شکل. و آخرین قسمت چاقو رو دو تا راه داریم. یا اینی که اگه دوست داشتین اینو توی گلدونی که مثلا خاک باشه یا چوب پنبه باشه بخواید فرو بکنید که عالیه، اینو فرو میکنید داخلش و این خودش رو نگه میداره. اگر که دوست داشتین توی لیوان بلند بذارین بازم میتونید ازش استفاده بکنید، ولی اگر نخواستین که این قسمت نشون بده که این چاقوه، بازم به همون ترتیبی که ما گلبرگامون رو درست کردیم این تیکه رو جدا میکنیم. جانم؟ آره، گرمش میکنیم و میگیریم میکشیم به این شکل که این حالت رو میگیره، مثل میشه به قول معروف ساقه گل. و میتونید از اون چاقو برای برگ استفاده بکنید، منتها ما دو تاشو لازم داریم برای این کار. یه دونه چاقوی دیگر هم بر میدارید ساقشو میگیرید میکشید به این شکل، این میشه گلبرگ ما. برای چسبوندنشون دوتا رو با هم دیگه میگیرید به هم به این شکل و اینا رو بالای آتیش میگیرید. به این حالت. حالا خب این لبه های چاقو یه مقدار همچین این حالتیه. کاری که میکنید اینا رو میگیرید بالای آتیش که این یه مقدار خودش رو دوباره خم میکنه، مثل گلبرگایی که درست کردیم از اون حالت صاف و صوفی در میاد. ببینید اینا دارن حالت میگیرن به این شکل، خیلی هم عالی. این میشه برگ گلمون که به این قسمت قرار میگیره. اونجایی که اون دوتا رو به هم دیگه وصل کردیم اینو به این قسمت وصل میکنید و این میشه برگ گل. اینو میذارین یه مقدار داغ بشه، نباید اینجوری آتیش بگیره. بازم میگم هی من دارم سریع سعی میکنم که برنامه رو تموم بکنم در عرض چند دقیقه، واسه اینه که نمیتونم صبر بکنم که این با یواش گرم بشه. این شد ساقه گلمون. خب کاری که میخوایم بکنیم الان که میخوایم گل رو روش وصل بکنیم و برای وصل کردنش این یه مقدار همچین صاف و صوف و نابهنجاره و یه مقدار این بزرگه و صافه که اصلا به پایین گل نمیخوره. سو کاری که میکنیم الان این قسمت قاشق رو گرم میکنیم از روی شمع به این حالت که وقتی اینو روی آتش نگه میداریم خودش شروع میکنه به حالت پیدا کردن و لوله شدن و گرد شدن که اینو با دستمون یه مقدار حالت میدیم که سعی کنید حالتشو با گلتون دو بدین، نه اینی که با گلتون دقیقا به این شکل که قابش با قاب گلتون کاملا یه جور در بیاد که وقتی گلو میذارین داخلش این نباشه. بعد تنها کاری که میمونه اینه که یه چسب بزنیم بهش، یه مقدار چسب سیلیکون میزنید وسطش و گلمون کدوم وری بود؟ از این وری بود. اینو میچسبونیم، تموم شد. اینم از گلی که با قاشقای پلاستیکی بهتون گفتم درست میتونیم بکنیم و شم. تنها چیزی که لازم داریم برای این کار قاشق پلاستیکیه که رنگاشون مختلفن به این شکل، شم و رنگ سبز به قول معروف قاشق و چاقوی سبز رنگ برای ساقه و یه دونه مهره مروارید، هر چیزی که دوست دارین، یه مقدار بزرگتر باشه برای وسط گلتون، پرچمش گفتین؟ آره، واسه پرچم گلتون.
اینم از برنامه امروز. امیدوارم که خوشتون اومده باشه و کارم آموزنده باشه و بتونید ازش استفاده بکنید. مرسی از تلویزیون امید ایران که این وقت رو به من میدن در خدمت شما عزیزان باشم و مرسی از مریم خانم از همراهی و همکاریشون. تا برنامه آینده شما رو به خدای بزرگ و متعالی میسپارم و برنامه دیگه در خدمتتون خواهم بود با یه کاردستی دیگه، بازم با قاشق‌های پلاستیکی، ولی این دفعه چراغ مثل شاندلیر یا چراغ خواب درست میکنیم. خدایا رو نگهدارتون باشه.